قانونگذار زمینه و کف. 12 ایول حقوق شناسی معروف و معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف برای بازپرسی به پراکوراتورای ژنرالی دعوت شده در آنجا بازداشت گردید. منبع نزدیک به ساختارهای دولتی با شرط افشا نشدنی نامش با آزادی اطلاع داد که شاکرجان حکیموف در دایره تفتیش پرونده سابق رهبری حزب دموکراتی و سابق وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده دستگیر شده است و حالا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه قرار دارد. معمولا هم ببینید هر کسی از اینایی که یک کمی پرونده هاشون بسازه مهر مخفی میزنن، تمام هیچ کس هم نمیدونه که در داخل چی گذشت چی میشود. یادرس میکنیم که در یک ماه اخیر در تاجیکستان چندین شخصیت های معروفی سابق و کنونی سیاسی از جمله سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی و اکبر شاه اسکندروف بازداشت شدند. اینچنین طبق معلوماتی منبع های گوناگون تقریبا 50 نفر از سابق اعضایان حکومت و فعالان مخالفت بازپرسی شدند که میان آنها سابق وزیر کارهای داخلی یعقوب سلیموف و سابق فرمانده مخالفین ژنرال سلامشاه محبتوف نیز بودند. قبلا پراکوراتورای ژنرالی تاجیکستان خبر داده بود که سید جعفر عثمانزاده با گمان کوشش غصب حاکمیت دستگیر شده است. برای عملی کردن نقشه جنایتی خود عثمانزاده طرفدارانش را از طبقه های گوناگون اجتماعی در داخل و خارج کشور جلب کرده از نماینده یکی از کشورهای خارجی 10 میلیون دلار طلب کرده است تا مردم را به اعتراض ها برخیزاند. گفته شده است در اعلان رسمی پهن شده. عثمانزاده سید جعفر عثمان و دیگران با ماده 306 قسم 2 بند و کدیت جنایتی جمهوری تاجیکستان که کردار جنایتی را برای با زورآوری غصب نمودن حاکمیت مقرر می نماید مورد تفتیش پیشگی قرار دارد. نمایندگان مخالفین تاجیک و کارشناسان درباره رویدادهای حاضره فرضیه های گوناگون ابراز داشتند. مخالفین این رویدادها را همچون جدایی الیتها و مناقشه های بین کلانها در داخل کشور معرفی کردند. شرف الدین گدایف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که احزاب و حرکت های مخالفین را در خارج متحد کرده است در مصاحبه با خبرنگاران درباره نقش ژنرال روس که گویا با سید جعفر عثمانزاده پیشنهاد کرده است که وظیفه رهبری حکومت نو را به دوش گیرد اظهار نظر کرد. با سید جعفر عثمانزاده پیشنهاد کرده می شود که چی می شود که شما حکومت نو را در تاجیکستان راهبری کنید. همین طور گدایف عملهای سید جعفر عثمانزاده را شرح داد. کارمند علمی مرکزی کارنگی برلین اوید به آموزش روسیه و اوراسیا تیمور عمروف به امکانیت تبادلات دولتی در تاجیکستان شبهه دارد. با گفته ای او دیکتاتورها با راه پیشاوری چنین اتهامات اکثرا از شخصان نامطلوب یا از آنهایی که برای دولت خطرناکند یا آنهایی که دارای معلومات مهم یا مخفی میباشند خلاص میشوند. در اینجا احتمالیت زیاد است که یک سازشنامه وجود داشت که آن را عملی کردن میسر نشد و از این را عثمانزاده که همیشه به رژیم امام علی رحمان وفادار بود دیگر لازم نشد، میگوید عمروف. همچنین او بر این نظر است که به منفعت مسکو نیست که ثباتی تاجیکستان را زیر خطر گذارد و رحمان را که کیها باز پوتین را میشناسد و به او در سطح کافی اعتماد دارد عوض کند. اگر دقت کنید همه این پرونده های جنایتی از جانب پراکوراتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان مخصوصا از جانب پراکورور ژنرالی یوسف رحمان که خدای پرزیدنت امام علی و متناسبا عضوی آیله کلان می باشد آغاز شدند. با گذرانیدن چنین بازداشت ها و حبس های پر سر و صدا پراکورور ژنرالی پیش از همه صداقت شخصی خود را به آیله نشان می دهد و در برابر این مقام نهادی خود را تحکیم می بخشد. آن را در بین دیگر مقامات های حفظ حقوق، کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی به نقشه های اساسی می برارد. به شبه یوسف رحمان نیت دارد به حیث یکی از شخصیت های کلیدی به حکومت نوی رستم امام علی وارد شود، گفت منبع خبرها از دوشنبه. ما برای چی با مهر مخفی تفتیش میکنیم؟ ما عهده‌دار نیستیم که به این سوال شما جواب دهیم.